در این شماره از بست یخبار بین الملل ایسنا، خبرهای از ادامه حملات انصارالله به عربستان، آخرین تحولات میانمار پس از کودتا، مخالفت دولت افغانستان با طرح صلح آمریکا و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر سه‌شنبه 19 اسفند، شمار مبتلایان کووید 19 در جهان از 117 میلیون و 800 هزار نفر عبور کرد و تعداد جان باختگان این بیماری به 2 میلیون و 615 هزار نفر رسید. بیش از 93.5 میلیون نفر نیز بهبود پیدا کردند. تعداد مبتلایان تازه شناسایی شده آمریکا در روزهای یکشنبه و دوشنبه به کمترین میزان خود در حدود 5 ماه اخیر رسید و تعداد مرگ و میر روزانه این کشور در روزهای اخیر کاهش قابل توجهی پیدا کرده و به کمتر از 1000 نفر رسیده است. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ایالات متحده نیز اعلام کرده افرادی که به طور کامل واکسینه شدند می توانند بدون استفاده از ماسک با یکدیگر دیدار کنند. اسپانیا موفق شده تعداد فوتی های روزانه خود را به کمترین میزان خود در 3 ماه اخیر برساند، اما در ایتالیا نشانه ای دال بر کنترل شدن بیماری کووید 19 دیده نمی شود. در فرانسه شمار مبتلایان به کرونا در بخش مراقبت های ویژه به بیشترین میزان خود در حدود 14 هفته اخیر رسیده است. مقامات آلمان اعلام کردند که از اواخر ماه مارس هر هفته تا 10 میلیون نفر از مردم این کشور واکسینه خواهند شد. آخرین تحولات میانمار پس از کودتا. با وجود افزایش سرکوب‌ها و برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی در میانمار، تظاهرات ضد کودتای این کشور همچنان ادامه دارد. در جریان تظاهرات روز دوشنبه دست کم 3 نفر کشته شدند. همچنین صدها معترض که در شهر یانگون توسط پلیس محاصره شده بودند، با درخواست سازمان ملل و فشارهای بین‌المللی از محاصره خارج شدند. ادامه حملات انصارالله به عربستان. ارتش و کمیته‌های مردمی مورد حمایت انصارالله یمن شامگاه دوشنبه یک هدف نظامی حساس در فرودگاه بین‌المللی ابها واقع در عربستان را با یک موشک بالستیک مورد هدف قرار دادند. انصارالله روز یکشنبه نیز تأسیسات نفتی عربستان را با 14 پهپاد و 8 موشک بالستیک مورد هدف قرار داده بود. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به حملات انجام شده اعلام کرد برای دستیابی به صلح در یمن، انصارالله باید وارد یک فرآیند سیاسی شود و با توقف حملات خود مذاکرات را آغاز کند. تظاهرات دوشنبه خشم در لبنان. جمعی شهروندان لبنانی در اعتراض به شرایط نامناسب معیشتی روز دوشنبه در نقاط مختلف این کشور تظاهراتی موسوم به تظاهرات دوشنبه خشم برگزار کردند. معترضان لبنانی در هفتمین روز متوالی اعتراضات با آتش زدن لاستیک خودروها برخی از جاده‌ها و خیابان‌ها را مسدود کردند. تظاهرات شهروندان لبنانی از سه‌شنبه هفته گذشته در اعتراض به اوضاع نامناسب معیشتی این کشور و افزایش ارزش دلار آغاز شده است. فراخوان الکاظمی برای گفتگوی ملی در عراق. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق پس از پایان سفر پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان به این کشور، تمام گروه‌های سیاسی و مردمی این کشور را به مذاکرات ملی دعوت کرد. طبق اعلام نخست وزیر عراق، سفر پاپ باعث تقویت فضای دوستی و تسامح در عراق شده و مذاکرات ملی می‌تواند راهی برای تحقق آرمان‌های مردم این کشور باشد. الکاظمی همچنین خواهان توافق نهایی با اقلیم کردستان شد تا تمام مشکلات از جمله اختلافات مربوط به نفت و بودجه به صورت ریشه‌ای حل شود. در خبرهای دیگر از عراق، یک عامل انتحاری با منفجر کردن خود در میان زائران امام موسی کاظم در روز دوشنبه باعث زخمی شدن چند تن شد. این در حالی است که پیشتر آژانس اطلاعات و تحقیقات فدرال عراق از دستگیری 3 تروریست و ناکام گذاشتن طرح خطرناک آنها برای هدفگیری زائران کاظمین در همین روز خبر داده بود. همچنین نیروهای هشت شعبی عراق حمله گروه تروریستی داعش در جنوب شهر سامرا واقع در استان صلاح الدین را دفع کردند. مخالفت دولت افغانستان با طرح صلح آمریکا. همزمان با انتشار نامه آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، اختلاف نظرها درباره طرح تازه آمریکا برای برقراری صلح در افغانستان میان رهبران این کشور ادامه دارد. آمریکا در برنامه صلح خود برای افغانستان از دولت فعلی این کشور خواسته تا زمانی که قانون اساسی جدید مورد توافق قرار بگیرد و زمان انتخابات جدید فرا برسد، با یک دولت موقت جایگزین شود. در این مدت نیز کمیسیونی مشترک به نظارت بر آتش بس در افغانستان خواهد پرداخت. پیشتر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته بود با هر طرحی که جمهوریت نظام حاکم بر افغانستان را زیر سوال ببرد مخالف است، ولی در این حال حاضر است در مورد برگزاری یک انتخابات زود
هنگام در چهارچوب طرح صلح وارد گفتگو شود. در نامه وزیر خارجه آمریکا نیز آمده است ایالات متحده بازنگری توافقنامه صلح دوحه با طالبان را هنوز نهایی نکرده و این کشور در حال بررسی خروج کامل نیروهایش از افغانستان تا ماه اول می است، اما تمام گزینه‌ها در این رابطه همچنان روی میز قرار دارد.